سوال 69 میگه حدود آ کدام باشد که نمودار سهمی این همواره بالای خط این باشه. یعنی چی بچه ها؟ یه سهمی بخواد بالاتر از یه چیز دیگه باشه یعنی چی؟ یعنی خروجی این باید بیشتر از این باشه، مقدار این باید بیشتر از این باشه، جواب این باید بیشتر از این باشه، ارتفاعش، عرضش، هر چیزی که هست باید بیشتر از این باشه. غیر از اینه که بچه ها یعنی 2x2 منهای ix به اضافه 2 باید بیشتر از، بزرگتر از، بالاتر از ایکس به اضافه 1 باشه. نه دیگه همینه. اصلا بچه ها ممکنه اینو تو آزمون دیده باشی، مثلا ممکنه تو هم اینجوری باشی، مثلا با خودت گفتی این چیه دیگه، یه سهمی بالاتر از این خط اصلا نبود تو درجه دعا، تو نامعادله نبود. اصلا یکی از خصلت سال بعضی از سالات ریاضی همینه، ظاهرش نمیخوره برای کدوم فصله، ولی معنی بکنی برای خودت به زبان ریاضی میفهمی آها این نامعادله درجه دو شد. خب حالا این نامعادله درجه دو حل بکنیم. x2 یه دونه بیشتر ندارم، خب نگرش میدارم. یعنی چی بچه ها؟ 2x2 تو باش منفی ax، من با اجازتون تیکه تیکه مینویسم که قاطی نشه، منفی ax دارم. خب x رو میارم این ور میشه منفی x، درسته؟ این هم میارم این ور به اضافه 1 بزرگتر از 0. خب دار دسته x دارم، میتونم اینا رو چیکار کنم؟ یکیشون بکنم. بچه ها نگاه کنین، 2x2 که تو که باش، عرضم به خدمتتون از این منفی فاکتور بگیریم بچه ها میشه چی؟ میشه منفی آ به اضافه 1 در ایکس به اضافه 1 بزرگتر از 0. که اینو تو این ضرب بکنیم میشه منفی آ ایکس، اینا ها اینو تو این ضرب بکنیم اینا ها. الان این آه، این کلن بیه، اینم کلن سیه، درسته؟ الان سوال عوض شد، معنی سوال به هم ریخت. بگو چرا؟ یه عبارت درجه دوی شد که قرار چی باشه؟ مثبت باشه. یه عبارت درجه دو که همیشه مثبت باشه باید چه اتفاقی بیفته؟ بچه ها این محور ایکس ها، این هم سهمی، همیشه بالاست، همیشه مثبته. 1 آ باید مثبت باشه، 2 دلتا باید منفی باشه. آش که خدا رو شکر مثبته، ها دلتاش فقط باید منفی باشه. یعنی چی؟ یعنی دلتا، بچه من اینور می نویسم، دلتا باید منفی شود. یعنی این به توان 2، یعنی آ به اضافه 1 به توان، پاک کنم بهتر بنویسم، یعنی بچه ها نگاه کنین، آ به اضافه 1 به توان 2، اینو به توان 2 رسوندم، منهای 4 تا آسه که میشه منهای 8 باید کوچیکتر از 0 باشه. آقا چرا دلتا کوچیکتر از 0؟ چون ریشه نداریم، چون این همیشه باید مثبت باشه. یه درجه 2 که همیشه مثبته چیه بچه ها؟ همیشه بالاست. آش مثبته 1، اینا آش مثبته 2، دلتاش منفیه، برای همینه که دلتاشو منفی قرار دادیم. حالا اینو میخوایم حلش کنیم. خب اگه بخوایم حلش کنیم بچه ها، اولا میتونیم عدد پدد هم چک کنیم، ولی خداییش گزینه ها خیلی بیریخت. یعنی مثلا تو بخوای عدد گذاری بکنی شاید خیلی راحت نتونی عدد گذاری بکنی. یادتونه بهتون گفتم به دلتا اینا رسیدیم، میتونی عددا رو چک بکنی، ولی اینجا خدا وکیلی چک نکن، چون گزینات خیلی لعنتیه. زمانی چک کردن خیلی باحاله بچه ها، بازه هامو خوشگل باشه. مثلا آ از 1 تا 5، آ از 1 تا 4، آ از 0 تا 2، خب خیلی باحاله، خیلی راحت میتونی نقطه گذاری بکنی، ولی اینجا نمیشه. خب باش ما حلش میکنیم، کاری نداره حل این. خب اینو میبرم اونور میشه 8. بچه اینو میبردم اونور میشه 8. جذرشو بگیری این عدو طرف میشه قدر مطلقه آی به اضافه 1 کوچیکتر از جذر 8 میشه. آفرین، دو تا رادیکال 2، درسته؟ حالا دکترش گفتم بهتون ها، قدر مطلقه یه چیزی کوچیکتر از یک عدد، یعنی اون چیز بین قرینه اون عدد و اون عدد. یعنی چی؟ یعنی آ به اضافه 1 باید بین منفی دو رادیکال 2 و مثبت دو رادیکال 2 باشد، درست میگم؟ و آ خیلی توام شد، ببخشید. و اینجا آ بچه ها میشه چی؟ همه رو اضافه منهای 1 بکنیم، چون قرار آ تنها بشه دیگه، منهای دو رادیکال 2 منهای 1، اینجا که یکش میپره، دو رادیکال 2 منهای 1. پس مجموع آی من میشه از منهای دو رادیکال 2 منهای 1 اینا تا دو رادیکال 2 منهای 1، جواب همینه. سوال یه ذره میدونی این سوال برای اون کسایی بود که واقعا کار کردن و بلدن با اعداد غیر روند کار بکنن. یه ذره سطح سوال میتونم بگم رو به بالا بود، ولی آسون بود.